همکارم ساناز قاضی‌زاده اینجاست با من در استودیو. ساناز، پیام‌های زیادی به دستمون رسیده. محتواشون به چه شکل است و یا فقط مخالفت با حجاب اجباری موضوع پیام‌های رسیده است؟ در حقیقت یک نه بزرگ به حکومت هست این پیام‌ها. یعنی میگن که ما حجاب مد نظر حکومت رو نمیخوایم، حجابی که اجباری باشه، پوششی که اجباری باشه. چند دسته تقسیم میشن، توضیح میدن که خب در این شرایطی که وضعیت اقتصادی به این شکل هست، وضعیت اجتماعی به این شکل هست، انتقادات زیادی به دولت و حکومت داریم میبینیم و میشه بهش معطوف بشه، حکومت میاد چنین رفتاری رو با زنان میکنه. 40 سال، بیش از 40 ساله که زنها رو به خاطر حجابشون آزار داده، به خاطر نوع پوشششون آزار داده. اما نکته دیگری که دارم بهش اشاره میکنم، میگن این فقط زنها نیستن، مردها رو هم حکومت در نوع پوشششون دخالت میکنه و این روشی که پیش گرفته روشی نیست که ما میخوایم. زنها و مردهایی که مسلمان هستن و در حقیقت اینها میگن مذهبی هستیم، ولی با اون حجابی که مد نظر حکومت هست و اون حجابی که حکومت به اجبار به زنان و نیمی از جامعه تحمیل میکنه، ما مخالفیم. و این رو نه مستقیم، این کمپین حجاب بی حجاب رو نه مستقیم به حجاب حکومتی و حجاب اجباری میدونیم. نمونه هایی از این زنانی که به خیابون ها اومدن و در حقیقت حجاب رو برداشتن و اونطور که میخوان در خیابان باشن رو با هم ببینیم. امروز 21 تیر ماه منم از کمپین حجاب بی حجاب میخوام حمایت کنم و بگم نه به حجاب اسلامی. نه به حجاب اجباری همراه مادران آبانی. به هر حال دیدین نمونه ها رو، اما نکته مهم این استش که تصاویری که به ما رسید در بخشش و پوشش دادیم در ساعات و روزهای گذشته، 24 ساعت گذشته، که نشون میداد که جو به نوعی سرکوب در بعضی از شهرها حاکم هست. اما امروز از این فضا ما تصویری نداشتیم تا 24 ساعت گذشته، یعنی دیشب از این نوع تصاویر داشتیم. نکته دیگر این هست که فضای امنیتی در فضای حقوق بشری و سیاسی ایران هم حاکم هست. مادران دادخواه رو روز گذشته دیدیم که چه اتفاقی براشون افتاد و خانواده پویا بختیاری رو که ضرب و جرح کردن و خانم شیرپیشه رو و عموش رو با خودش بردن. نمونه ای که دیدیم همراهی با مادران آبانی، نگاهش به اون بخش بود، یعنی داشت توضیح میداد که به نوعی این فضا گره خورده و همراهی کسانی مثل ناهید شیرپیشه، مادران دادخواه، با نب حجاب اجباری هست. اما یک تصویر دیگری که در انتخاب کردم با هم ببینیم، جوی هست که در میدان ولیعصر تهران حاکم است و شرایطی که کنار پادگان ولیعصر، که با هم ببینیم توضیح بیننده کاملا روشن. سلام، امروز 21 اینجا خیابون پادگان ولیعصر، یعنی دقیقا پشت پادگان ولیعصر. تبلیغ 21 رو فقط جلوی منطقه نظامی گذاشتن برای خودشونه و اینکه مردم عادی نمیان، هر کس بیاد نظامیه. قشنگ دور تا دور پادگان رو همچین چیزی گذاشتن. سمو اولیش بود، اینم دومیش.
امیدوارم که این دولت بفهمه حجاب چه مرد چه زنش باید اختیاری باشه. اینو میفرستم برای گزارشگر اینترنشنال. بله متشکرم ساناز، میدونم که پیغام های زیادی هم به ایران اینترنشنال رسیده که در حال بررسی اونها هست.